به نام خدا و با عرض سلام، در این گزارش ششونیم به صلاحیت های حقوقی آیسا و ابهامات در این برای پرداخته ایم. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه‌گذاری‌های افغانستان در سال 1382 ایجاد شد. این اداره از سوی کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شد که اعضای کمیسیون را وزیران تجارت، مالیه، اقتصاد، وزارت خارجه و رئیس بانک مرکزی تشکیل می‌دهند که ریاست این اداره به دوش وزیر تجارت است. این اداره بیشتر از یک دهه میشه که برای شرکت ها جواز میده و در بخش جذب سرمایه گذاری ها و حمایت از سرمایه گذاری ها در کشور کار میکنه، اما از دو سال بدین سو سر و صداهای در برابر اداره آیسا بلند شدند و اداره نهاد مبارزه با فساد اداره آیسا را تنها یک دفتر کمیسیون عالی سرمایه گذاری میدانه و میگه که آنچه که قانون برای ای اداره پیشنهاد کرده بیشتر از او به ای اداره صلاحیت داده شده که از توان او بالا هست. این مؤسسه حمایت سرمایه گذاری آیسا اساسا دفتر یک شعبه یا یک دفتر کمیسیون عالی سرمایه گذاری است. در کمیسیون عالی سرمایه گذاری چندین نفر از وزیرای سکتوری ما اشتراک دارند که اونا در مسائل انکشاف سرمایه گذاری افغانستان تصمیم میگیرن. زمانی که اونا تصمیم خود گرفتن، باز از طریق دفتر این چیزا مستند ساخته میشه، تصامیم مرتب میشه و به مراجع مربوط اخبار میشه. و همچنان آیسا یا دفتر کمیسیون وظیفه داره که در هر جلسه که کمیسیون عالی سرمایه گذاری نشست میکنن باید مطالب مربوط به بحث از اونا را ترتیب کرده در آجنده میگذارن و در آجنده صحبت میشه. به اساس حکم قانون صلاحیت، وظیفه و مسئولیت های اداره آیسا نمیقدر است. اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری میگه که ده هویت و شخصیت حقوقی اداره آیسا ابهامات بسیاری وجود داره و این کار سبب عدم حساب‌دهی و سوء استفاده از منابع دولتی در این نهاد شده است. و گفته ای اداره آیسا بانک از دولت بودجه میگیره، اما درآمدهایش را نیز خودش مصرف میکنه و به دولت نمیپردازد. آیسا به جای از اینکه یک بودجه برای خود بخواهد به مسابه دفتر کمیسیون عالی سرمایه گذاری، این باید یک دفتر دولتی باشه. به جای از اینکه اینا از ریاست بودجه، از وزارت مالیه برای خود بودجه سالانه خود را بخواهند، اینا از عواید حاصله از صدور جوازها استفاده میکنند، معاش مصرف خود را تمویل میکنند. این هم یک اجراءات خلاف قانون است. ببینین وزارت مالیه مستوفیت ها یا ریاست عواید وزارت مالیه مانند آیسا که جواز سرمایه گذاری صادر میکنن، وزارت مالیه هم برای بعضی فعالین اتحادیه های صنفی، اصناف، تجارا، اونا هم جواز میدن. فیسی را که از جواز میگیرن همه با واردات دولت میره، ولی آیسا فیسی را که از صدور جواز سرمایه گذاری میگیره این را به حساب علایده نگاه میکنه، از او مصرف میکنه. یک سری موضوعاتی در یه آخر مطرح شده و بیشتر از کمیته محترم مستقل نظارت و ارزیابی بود که ارائه کرده بودن و بعضی تشویش های خود داشتن در ارتباطی که در بعضی از ادارات قسمی که باید در امر مبارزه با فساد کار صورت بگیره دیده نمیشه، که از جمله یکی از او ادارات اداره آیسا بود و بیشترین مشکلی که در این قسمت مطرح شده بود مسئله شخصیت حقوقی و هویت در حقیقت اداره آیسا بود که با زیاد مشخص نیست در این قسمت و ممکن و در عین حال سیستم مالی خود اداره آیسا هست و جمع‌آوری عایداتی که اداره آیسا انجام میدن. اداره آیسا نیز میگوید که بودجه این اداره از سوی کمیسیون عالی سرمایه گذاری تعیین می شود و آیسا امسال در حدود 200 میلیون افغانی بودجه دارد، اما این اداره تمامی عوایدش را برای وزارت مالیه نمی دهد. آیسا میگوید که از عوایدی که به دست می آورند مقداری را برای مصارف کارمندان خود می گیرند و مقدار دیگر را برای وزارت مالیه تحویل می دهند.
واحدی که ما به دست میاریم میتونست که کل واحد ما پس مصرف میکنیم. ما تقریبا در بانک در حدود 17 میلیون دلار داشتیم که از این میان ما تقریبا 12-13 میلیون دلار پارسال به حساب مرکزی حکومت 6100 انتقال دادیم و کوشش ما هم امی است که ما همواره نه تنهایی که مصارف خود پوره کنیم بلکه در رشد عواید داخلی کشور هم سهیم باشیم و نه تنهایی که از بابت فیس جواز و یا ارزی خدماتی که اداره ایسا عرضه می کنه از این طریق قواعد خود بلند ببریم بلکه نهادهایی که نزد اداره ایسا ثبت و راجستر می باشه واره ما مجبور بسازیم که مالیات و وجایب تادیاتی و مالیاتی خود با وقت و زمانش تادیه کنه. بر اساس اساسنامه و فعالیت هایی که خود اداره ایسا داره عواید تسلیم دولت نمیشه که این هم یکی از نگرانی هایی بود که کمیته مک در این قسمت ارائه کرده بود و اداره عالی تفتیش هم بر همین نظر هست که اگر عواید که مرکزی هست مطابق به ماده 42 قانون اساسی به حساب واحد خزائن و به حساب واحد حکومت در حقیقت تمام عواید جمع آوری میشه، خوب است که عواید اداره ایسا هم در این حساب واحد خزائن یک جای جمع شود و حکومت بفهمه که در مجموع ما در یک سال چه مقدار عواید و از چه مدرک های مدرک قسمت دارم که متاسفانه تا به حال این کار نشده، ولی در خلال سال 1391 و 1392 در حدود مجموع مبلغ 12 میلیون دلار از طریق اداره ایسا به وزارت مالیه نبو عنوان عایدات به حیث مالیه پیش پرداختی در این قسمت پرداخت شده که این هم با دیده شده که از نظر قانون چه وضعیتی میتونه داشته باشه. در همین حال اداره عالی تفتیش و مرکزی که اداره آیسا را تفتیش کرده است میگوید که بر بنیاد قانون اساسی آیسا باید تمامی عوایدش را به خزانه دولت انتقال بدهد. اداره آیسا هم پیسی که از عواید به دست میارن طبیعتاً او را مصرف میکنن، ولی ای که طبیعتاً باید عواید به حساب واحد دولتی انتقال پیدا کنند. یکی از بحث‌هایی است که هم میک در این قسمت نگرانی های خود داشته و هم در گزارش مفتشین ما هم این نظر انعکاس پیدا کرده و به عنوان یکی از راه حل هایی که میتونه برای حکومت افغانستان در مجموع خوب باشه که عواید باید مرکزی باشه و عواید باید به حساب حکومتی وارد شود. آیسا میگوید که تاکنون بیش از 1 میلیارد افغانی به حساب وزارت مالیه پرداخت کردند. این اداره میافزاید که تنها در 2 سال گذشته بیش از 700 میلیون افغانی از عواید خیش را به وزارت مالیه پرداختند. تا فعلا بیش از 1 میلیارد افغانی به حساب وزارت مالیه انتقال شده بابت عواید اداره آیسا. 1 میلیارد عواید از چه قدر مدرد؟ خب از آغاز بوده، اما از طی 2 سال گذشته تقریبا بیش از 700 میلیون افغانی ما در 2 سال گذشته عواید به اداره به وزارت محترم مالیه انتقال دادیم. اما در همین حال اداره تفتیش مرکزی میگوید که در سالهای 1391 و 1392 هجری خورشیدی اداره آیسا در حدود 12 میلیون دلار به وزارت مالیه پرداخته است و این پول به عنوان مالیات پیش پرداختی به حساب وزارت مالیه انتقال داده شدند، نه به عنوان عایدات اداره آیسا. در قسمت 700 میلیونی که شما اشاره کردین، یه فکر میکنم اونم مربوط به 12 میلیون دلاری است که در خلال سال 91 و 92 بحث مالی پیشکی برای وزارت مالیه پرداخت شده و این نه به عنوان این که عایدات اداره آیسا هست و در حساب واحد خزائن باید ثبت شده و در او قرار بگیره. آیسا اداره تشویق سرمایه گذاری مطابق به اساسنامیش پیش میره. اونا تمام مصارف اداری خودشان از عواید خودشان مرفوع میکنن، یعنی حکومت به خاطر مصارف اداریشان هیچ پول را نمیپردازه، هیچ بودجه را ما بر از اونا به این شکل نمیپردازه. یگانه چیزی را که ما در اختیار آیسا قرار دادیم
پولی را که ما برای آیسا قرار دادیم این که ما خواستیم که اونا یکی از پارک‌های صنعتی را احداث بکنن. به خاطر احداث پارک‌های صنعتی ما برای اونا پول دادیم که قبلا ما اونا مثلا از طریق وزارت تجارت انجام میدادیم. اوایدی از اونا مطابق به اساسنامه‌شون مربوط به خودشان است، ولی با آن هم وزارت مالیه اونا برای در ختم سال گذشته برای وزارت مالیه 560 میلیون افغانی اونا تحویل کردن که این 560 میلیون افغانی من فکر میکنم حدود 10 میلیون دلار میشه. بر بنیاد بررسی های اداره عالی تفتیش در سال 1389 هجری خورشیدی یک واحد به نام تفتیش داخلی در چوکات نهاد آیسا برای ثبت فعالیت های مالی اداره آیسا ایجاد شد و باید اجراءات مالی اداره آیسا را هر سال بررسی می کرد. اما این واحد تفتیش داخلی هنگامی که اداره آیسا از سوی اداره عالی تفتیش بررسی می شد با این اداره هیچ گونه همکاری نکرده است و جزئیات را درباره فعالیت‌های مالی آیسا به اداره عالی تفتیش نداده است. معاملاتی که در یک اداره صورت می‌گیرد بنا به محدودیت و مشکلات زمانی از توان اداره تفتیش خارج است. البته این یک استاندارد بین‌المللی است که در کل جای همین قسم تطبیق می‌شود. ما بررسی‌هایی که به صورت قیدی انجام دادیم طبیعتاً یک سری نواقص و یک سری مشکلاتی را در فعالیت‌های اداره آیسا مشاهده کردیم. در ابتدایی که اداره آیسا ایجاد شد در حدود 30-35 نفر کارمند بیشتر نداشت، ولی امروز میبینیم که 450 نفر کارمند در اونجا مشغول به کار است با هم مشخصاتی که قبلا خدمت شما عرض کردم در ارتباط با معاشات و دیگه موضوعات. ما هنوز یکی از کارهایی که باید اداره آیسا انجام بده همیشه باید فعالیت‌های مالی خود توسط یک عادیت مستقل باید صورت بگیره و به پیشنهاد ریاست آیسا و کمیته نظارتی کار به کمیسیون پیشنهاد میشه و کمیسیون او شرکت صلاحیتش بررسی میکنه و در نهایت میپذیره. و در سال 1389 در چوکات اداره آیسا یک ریاست تحت عنوان ریاست تفتیش داخلی ایجاد شده که در حقیقت اجراءات مالی و حسابی اداره آیسا را هر سال بگیره بررسی بکنه و نواقص و کاستی هایی که احیانا در جریان کاری مواجه میشه خود مسئولین اداره آیسا اونا را بررسی بکنه و به ریاست گزارش بدن و نواقص برطرف شود. ما در جریان بررسی متاسفانه هیچ گونه راپوری را نتونستیم که از تفتیش داخلیشان به دست بیاریم و یکی که در این مدتی که اینا فعالیت کردن که قطعا شاید فعالیت های انجام داده باشن، بررسی های حتما صورت گرفته، ولی متاسفانه این همکاری وجود نداشت که گزارش های تفتیش داخلی که یکی از مکلفیت های هر واحد بودجه‌ای است که در اختیار مفتشین ما قرار بدن، این قرار نگرفت. در سال 1386 امی اداره یک بار تفتیش شده بود از اینکه اینا چی برداشت کردن، چی یافتن در اون وقت مدارکش پیش ما نیست. بعد از باز اینا را اجازه نمیدادن که تفتیش کنند و میگفتن که ما یک شرکت هستیم. من نمیفهم که سهمدار از شرکت کی است، دستاوردهای شرکت چیست، فعالیت شرکت چیست که عواید داشته باشه. اگر عواید جواز فعالیت خود میدانم این قابل قبول نیست، یک ادعای ناقص است. از سوی هم اداره عالی تفتیش میگه که در حدود 2 ماه پیش شورای وزیران به وزارت‌های عدلیه و مالیه وظیفه سپرد تا هویت و شخصیت حقوقی اداره آیسا را بازنگری بکنند و این اداره میگه با آنکه آیسا یک اداره دولتی است، اما کارمندان این اداره نسبت به هر اداره دولتی دیگر معاش بلند میگیرند و امتیازات بسیار بالایی دارند و عوایدشان را هم به حساب‌های دولت انتقال نمی‌دهند. در برج هود سال 1392 مصوبه شورای وزیران در یک قسمت وجود داره که وزارت مالیه و وزارت عدلیه را موظف ساختند که برای تثبیت شخص هویت و شخصیت حقوقی اداره آیسا اینا بگیرن یک بازنگری مجدد در یک قسمت داشته باشند تا از این درک در حقیقت مشکل دیگه ای که ایجاد نشوه. ما به عنوان مثال شاید در قسمت بودجه ما
یک از دلایلی که با مشکلات برمیخورن شاید علمی مسئله شخصیت حقوقی خود اداره آیسا باشه. در سال 1392 و سال 1391 52 میلیون افغانی بودجه انکشافی داشتن اداره آیسا برای توسعه پارک‌های صنعتی بوده که ما در قسمت شاهد هیچ گونه مصرف نبودیم. یعنی 52 میلیون در قسمت تخصیص داده شده بود ولی هیچ گونه مصرفی صورت نگرفته. هرگاه اگر این عملی از اینا کدام مجوز قانونی داشته باشه اینه برملا بسازن که به اساس اینی حکم قانون ما اینی کار کردیم و این صلاحیت داریم. سالها رؤسای آیسا 14 هزار دلار ماهانه معاش گرفتن. اونا از این پروسه حمایت میکنم. ما به عقیده هستم که آیسا تقویه شوه، از لحاظ ظرفیتش تقویه شوه. اگر به مسابقه اداره پارک‌های صنعتی ارزی وجود میکنه او گپی جداگانه است. در غیر از او به این حالتی که فعلا تحت عنوان دفتر کمیسیون عالی سرمایه گذاری شناخته شده کارهایی را که انجام میتن وظایف و مسئولیت هایی که بین اینا تفویض شده همه خلاف قانون است. در حالی که پیش از این وزارت تجارت و صنایع اداره پارک‌های صنعتی را لغو کرد و تشکیل و صلاحیت‌های آن را به اداره آیسا سپرد، اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری این کار را غیر قانونی می‌داند و می‌گوید که این کار صدمه به حمایت از سرمایه‌گذاران در کشور است. در این اواخر فعالیت‌های دیگر هم یا مسئولیت‌های دیگر هم به اداره آیسا انتقال داده شده که از میان اداره و مدیریت پارک‌های صنعتی افغانستان هم است که به اساس پیشنهاد سکتور خصوصی و منظوری شورای عالی اقتصادی و کابینه افغانستان این مسئولیت به اداره آیسا انتقال دادند. فعالیت های عمده اداره آیسا چون از نامش پیداست که یک نهاد حمایوی بوده، جواز، توزیع جواز و توزیع زمین فعالیت های عمده این اداره می باشد. با تأسف که بدون از اینکه احکام قانون مد نظر گرفته باشند به این اداره وظایف و مسئولیت های بیشتری را تفویض کردند که از حوصله و توانمندی اداره کاملا بیرون است. وای درست نیست. طور مثال اخیراً در اثر پیشنهادی وزارت محترم تجارت پارک های صنعتی که یک اداره کاملاً مؤثر وزارت محترم تجارت بود او ملغا قرار میگیره و تمام کاروبار و تشکیل و صلاحیت های از نار به اداره یا با مؤسسه آیسا ایره مدغم می سازن. کی عمل کاملا عملی خلاف قانون و یک عملی بوده که بجای از اینکه به سرمایه گذاری همکاری و تشویق شود یک مشکل دیگه خلق کردن. اداره پارک های سنتی به خوبی می تانست تحت نظر مستقیم رهبری وزارت تجارت امور پارک های سنتی و صنایع را از پیش ببرن، تشویق کنن و همکاری کنن و این کارا وظیفهشان بود. زمانی که این پارک های سنتی را به اداره آیسا این مدغم ساختن 21 هزار جریب زمین در اختیار پارک های سنتی بود و همچنان میلیاردها افغانی جایداد و دارایی هم داشت. اینا همگی به اختیار آیسا قرار گرفت. لحاظا این تصمیم، این اقدام یک اقدام کاملا عجولانه بدون اینکه جهات قانونی از دیده شده باشه اقدام صورت گرفته. بالاخره مورد اعتراض قرار گرفت.
بر بنیاد آمارهایی که طلوع نیوز دارد، از سال 2003 تا کنون در حدود 40,000 جواز برای شرکت‌ها داده شده است، اما اداره آیسا هیچ ارقام دقیقی در این باره به دست نمی‌دهد. باید تو کدام ارقام ما نداریم، چون ما مطابق ماده 10 قانون اساسی و مطابق قانون سرمایه‌گذاری بازار اقتصاد بازار است و در اینجا محدودیت ها دائما از طرف حکومت ایجاد نمیشه. ما باز هم ما نظارت میکنیم در بعض سکتورها، ما میخواهیم که رقابت ها مثبت باشه و بعضی سرمایه گذارا بدون ارزیابی های مارکت میخواهند که در یک مارکت فعالیت آغاز کنه. در حالی که هدف از جذب سرمایه گذاری ها در کشور توسعه اقتصادی، گسترش بازار کار، بلند بردن درآمدهای ملی، ارتقای سطح زندگی مردم و کمک به روند بازسازی افغانستان گفته شده است، شماری از سرمایه گذاران اداره آیسا را به بیکفایتی و بیتوجهی در کار حمایت های لازم از سرمایه گذاری ها در افغانستان متهم می کنند. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا در طول مدت موجودیت خود فقط در مورد تسریع روند اعطای جوازنامه ها کار خوبی کرده، ولی متاسفانه برای حمایت از سرمایه گذاری و طرح قوانین و مقررات و همچنان لوایح و سیاست هایی که سبب حمایت از سرمایه گذاری شود و مشکلات سرمایه گذار حل بکنه کار انجام داده نتانسته. به طور مثال کسایی که در پارکای سنتی زمین دارن اونا فابریکه ندارن و کسایی که فابریکه دارن اونا یا سرمایه‌گذار هستن در خانه‌های کرایی ماشین‌آلات خود را نصب کردن که هم به محیط ماحول زیست صدمه میزنه و هم مصارفات اضافی را ایجاب میکنه که قیمت تمام شده کالا را بالا میبره و رقابت زور پایین میره در بازار. یکی از وظایف عمده اداره حمایت از سرمایه‌گذاری همی است که سرمایه‌گذاری را تسهیل بکنه، منابع مالی مطمئن برای تمویل سرمایه‌گذاری ها به وجود بیاره و این کار تا حالا انجام نشده. من یک وقت مسئول اداره آیسا بودم، نمیخوام که تبصره بکنم که چطور است، فکر میکنم که اونا کار خود میکنن، ولی خود جذب سرمایه‌گذاری یک فضای مناسبتر و خوبتر از نگاه قوانین، از نگاه شرایط، از نگاه امنیت میخواهد که سوی آیسا بلند است. اگر مثلا امسال سرمایه گذاری زیادی یا به حدی که توقع داشتیم نامد، این ما گفته نمیتونیم که آیسا ناکام بوده جذب کرده نتانستی، عوامل دیگی که بیرون است از توانمندی ما بلند است. همین خود ذهنیت مردم در مورد آینده کشور هست، ذهنیتی که متاسفانه خصوصا مطبوعات خارجی خیلی در تشویش انداخته و یا مندازه، در مورد آینده خیلی اینا را نگران ساخته. دیگه اینی تاثیراتی است که باز هر قدر که آیسا برای و بگویه که این طور وضعیت خوب است و چطور و چنان، خصوصا سرمایه‌گذار خارجی میگه من یک نیویورک تایمز یک چیز دیگه را خواندم، من در واشنگتن پست یک چیز دیگه را خواندم. بودجه که میگیرن این بودجه دولت نیست، بودجه ای است که از عایدات خود اینا به دست میارن و این صلاحیت برای خود اینا ایجاد کردن که ما از عایداتی که به دست میاریم مصرف خودم انجام میدیم. ما در اداره آیسا میبینیم که فرم معاشات متفاوت با سایر ادارات دولتی هست. ما در میبینیم که حتی کارمندا از $400 تا $3,000 در اونجا معاش دارن و خدمات نان، ترانسپورتیشن و کردیت کارت هم متفاوت با کارمندای حکومتی و دولت هست که یک چیزی بالاتر از معیار حکومت قرار داره. از سوی هم برخی از سرمایه گذاران که نمی خواهند در برابر دوربین بیستند، رهبری آیسا را به قوم پرستی و گرفتن رشوت برای توزیع جواز برای شرکت ها متهم می کنند. در حدود 2 سال پیش نیز 7 تن از مدیران ارشد اداره آیسا و فیولا افتخار رئیس خود را متهم به سوء استفاده از دارایی های این نهاد و نصب دوستان و همحزبی هایش در پست های مهم این اداره کردند و به همین دلیل از وظایف خود استعفا کردند.